سلام دوستان، حالتون چطوره؟ دیروز در طول روز چه کار کردید؟ دیشب چه کار کردید؟ دوستان من، شب رو بیشتر دوست دارید یا روز؟ من شب و روز هر دو رو دوست دارم. روزها چون آفتاب هست خوبه و شبا چون ماه هست خوبه. علتش خیلی واضح هست. خب ما خیلی از چیزا رو فراموش میکنیم، آفتابی که هر روز میبینیم و ماه که هر شب میبینیم. ماه و آفتاب رو هر روز میبینیم و همینطور چمن، درخت‌ها و گل‌ها که روی زمین رشد میکنن. چقدر زیبا، نه؟ خب قبل از اینکه مردم به روی زمین بیان، طبیعت به وجود اومده بود. بیاین امروز با کشیدن طبیعت اهمیت اون رو احساس کنیم. من یه داستان آماده کردم که با اون به طبیعت سفر کنیم. خب بیاین بریم به داستان سفر. ما و خورشید با هم زندگی می کردن. ماه و خورشید چون خیلی با هم متفاوت بودند، دوست داشتند که به هم نزدیک بشند. آفتاب به ماه گفت: من خیلی گرم هستم و دوست دارم که یه دوست داشته باشم که گرمای من رو دوست داشته باشه. بعد ماه جواب داد: خب زمین رو دعوت کن، اون باید خیلی تو رو دوست داشته باشه. خورشید قبول کرد و بعد از یک ماه دوباره از ماه پرسید: خب تو دوست داری که چه دوستی رو دعوت کنی؟ ماه گفت که: من خیلی دوست دارم خودم رو ببینم، دوست دارم دوستی داشته باشم که بتونه منو به خودم نشون بده. بعد خورشید جواب داد: همچین دوستی وجود داره، دریا رو دعوت کن. ماه به خورشید لبخند زد. خب داستان چطور بود؟ دوست نداری که ماه و خورشید رو بکشید؟ خب بیاین خورشید رو بکشیم. من اول یه دایره این شکلی میکشم. دفعه قبل با مداد کشیدم، ولی امروز با مداد شمعی نقاشی رو میکشم. خب چرا با رنگ زرد کشیدم؟ به خاطر اینکه خورشید خیلی درخشانه و برای همین به رنگ زرد کشیدم. خب ما باید نشون بدیم که اطراف خورشید نورانی هست. زیاد بهش فکر نکنید. وقتی شما چیزی رو به اسم خورشید میکشید، اون آفتاب هست، خورشید هست. من با کشیدن این خطهای راست و کوتاه حالت نورانی بودن خورشید رو نشون میدم. خب من خورشید رو رنگ میکنم. میتونید با هر رنگی که دوست دارید رنگش کنید. با یک یا چند رنگ میتونید حتی رنگ کنید. خب این قسمت زیاد رو هم رنگ کنید. من با رنگ‌های نزدیک به طبیعت رنگ کردم. می‌خواستم که به شما نشان بدم که میشه طبیعت رو در نقاشی احساس کرد. خب من یک صورت خوشرو برای خورشید می‌کشم. چشمان خندان، بینی، لب خندان. یادتون میاد؟ بله، اینطوری به حالت خندان کشیدمش.
لازم نیست که حتما اینطوری بکشید. بعد بیایید ماه رو بکشیم. من ماه نیمه رو خیلی بیشتر دوست دارم. به نظر یه شکل جدید هست. اینطوری خیلی جالب میتونیم یاد بگیریم. برعکس ماه کامل، فقط قسمت پایین ماه گرد هست. خب اگر نگاه کنید، از اینجا تا اینجا کشیدم و داخلش رو هم به شکل فرو رفته با حدت میکشم. بله، این ماه نیمه هست و داخل اون را مثل آفتاب رنگ میکنیم. خب مثل خورشید رنگ کردنش سخت نیست، درسته؟ موقع رنگ کردن اگر شکلای اینجوری درست بشه مشکلی نداره. خب پس شما باید صورت ماه رو هم مثل خورشید بکشید، درسته؟ بیاین برای ماه یه صورت آروم بکشیم. چشم، بعدش بینی و بعد دهان. چون صورتش نیم رخه فقط یه چشم کشیدم. دوستای من، صنف امروز چطور بود؟ خیلی عالی بود، چون من گرمای آفتاب و ماه رو احساس کردم. قلب دوستای خوب من گرمتر است، درسته؟ هرچند من وجود شماها رو تا اینجا احساس میکنم. خب تا دفعه بعد، خداحافظ.